داستان چهل دزد اصفهان، این قسمت اخطار سفیر عثمانی. داستان به اینجا رسید که بالاخره زانیار افسون را گرفتار کرد و این دشمن قسم خورده او قول داد که در گرفتاری مرداس با او همکاری کند. آنها مخفیگاه مرداس را پیدا می کنند، اما مرداس و ارسلان موفق می شوند از دست آنها فرار کنند. آنها متوجه می شوند که مرداس برای فردای آن روز نقشه ای در سر دارد. و اما ادامه داستان. مصطفی شیرفروش که در نزدیکی طباخی کمین نشسته بود با صدای زانیار به همراه چند عیار دیگر به داخل آنجا هجوم بردند. آنها پس از یک درگیری کوچک طباخ و شاگردانش را که قصد فرار داشتند گرفتار کردند و بعد به خانه توبه و به نزد زانیار و افسون رفتند. زانیار افسون را رها کرد تا به گریه کردن خود ادامه دهد و به همراه مصطفی مشغول بررسی آنچه از مرداس و همراهش باقی مانده بود شدند. در میان وسایل مرداس همه جور ابزارهای جاسوسی و عیاری وجود داشت و علاوه بر آن مجموعه ای از زهرها و پادزهرها هم پیدا کردند. اما هیچ نشانی از جایی که ممکن بود مرداس و ارسلان رفته باشند پیدا نکردند. از دستگیر شده ها هم نتوانستند چیزی بیرون بکشند. کمی بعد با سر رسیدن امام قلی و گزمه های داروغه طباخ و همدستانش را تحویل آنها دادند و خود به دیدن بابا مسرور رفتند تا شرح ماجرا را بدهند. آن شب برای شام الله وردی خان سپه سالار و امام قلی هم به آنها پیوستند. الله وردی خان گفت که طبق بازجویی هایی که از طباخ و شاگردانش کردند معلوم شده که طباخ سالها پیش به دستور مرداس به آنجا آمده و توانسته با نقشه‌ای که مرداس کشیده بود آن طباخی را به دست بیاورد و طی این مدت برای مرداس جاسوسی می کرده و هر آنچه در شهر اتفاق می افتاده را برای او می نوشته است. همچنین به دیگر جاسوسانی که مرداس می فرستاده نیز کمک می کرده. با این وجود بازجوها به هیچ وجه نتوانسته بودند از زیر زبان او بیرون بکشند که مرداس ممکن است الان کجا باشد. در پایان سخنانش الله وردی خان نتیجه گیری کرد که حالا ما دوباره رد مرداس را گم کرده ایم، اما الان مشخصاتش را به تمام گزمه ها و نگهبانان شهر دادم. همه مسافرخانه ها و کاروانسراها هم تحت نظر هستند. امیدوارم اگر دوباره ظاهر شود بتوانیم او را بگیریم. اما فراموش نکنیم که با مرداس جاسوس طرف هستیم که به راحتی میتوانست با تغییر چهره خودش را به شکل هر کس در بیاورد. بابا مسرور هم در تایید حرف او سری تکان داد و گفت از آن بدتر این که فکر کنم زمان زیادی هم نداریم، چون مرداس به دستیارش اشاره کرده بود که فردا قرار است ماموریتش را انجام بدهد. من زانیار را برای تحقیق نزد حاتم بیگ وزیر فرستادم و مشخص شد مهمترین برنامه فردا حضور شاه در میدان جدید برای بررسی وضعیت پیشرفت ساخت کاخ جدید است. متاسفانه شاه علی‌رغم خواهش و توصیه حاتم بیگ حاضر نشده این برنامه را لغو کند. وزیر اعظم هم مجبور است برای پاسخگویی در این بازدید در کنار شاه باشد. اگر مرداس قصد کشتن یکی از این دو را داشته باشد موقعیت خوبی برای اوست، چون با انجام این کار در جلوی چشم مردم جار و جنجال و وحشت فراوانی ایجاد می کند. دوست عزیز کلوپ داستانهای فارسی، ممنونم که ویدیو رو لایک می کنی. الله وردی خان گفت من هم از این بازدید خبر دارم. برای همین دستور دادم تمام میدان و اطرافش از امروز بعد از ظهر در محاصره سربازان و قراولان باشد. بر روی سقف خانه ها و بازار نگهبان گذاشتم. حتی بر روی منارهای مسجد اطراف هم نگهبان داریم، به طوری که هیچ فرد مشکوکی نمیتواند بدون دیده شدن به آن نزدیک شود. هیچ فرد مسلحی هم حق ورود به میدان را بدون دستور مکتوب من ندارد. بعد از ورود شاه به میدان هم همه ورودی ها بسته می شود و به جز پیک های شاهی کسی امکان ورود و خروج از میدان را ندارد. فردا نیز خودم و پسرم با جمعی از محافظان خاصه قدم به قدم شاه و وزیر را اسکورت می کنیم. بابا خنده‌ای کرد و گفت من هم به همه عیاران شهر پیغام دادم که برای محافظت از شاه و وزیر در میدان حاضر باشند. اما آن مرداسی که من می شناسم گذشتن از این موانع برایش سخت نیست. او در اردوگاه نظامی که بیشتر از اینجا مراقبت می شد می توانست از خطوط ما بگذرد.
اینجا که به راحتی میتواند خودش را در میان مردم و نگهبانها مخفی کند. پس مطمئن شو دور و بر شاه را فقط چهره های آشنایی بگیرند که شخصا میشناسی. آنها تا دیر وقت بر روی برنامه فردای شاه و محافظت از او صحبت کردند. تا آنکه بابا مسرور به همه دستور داد که بروند و استراحت کنند تا برای فردا کاملا آماده باشند. صبح فردای آن روز در حالی که شاه به همراه وزیر اعظم در حال قدم زدن در باغ کاخ بودند، الله وردی خان را دیدند که در حال چیدن افراد برای همراهی با شاه بود. او گروهی از سرداران شاه را بر گرد مرکب او و وزیر اعظم چیده بود. حلقه ای از محافظان خاصه شاه این گروه ویژه را در بر گرفته بودند و در اطراف آنها نیز سربازان الله وردی خان قرار داشتند. افراد را به گونه ای چیده بودند که در دو سمت هر کس افرادی قرار بگیرند که حتما او را بشناسند تا به هیچ وجه امکان جا زدن نفر ناشناس در صف نباشد. به همه گفته شده بود که هیچ کس نباید از این حلقه ها عبور کند. در حالی که الله وردی خان داشت به این عبور می رسید، شاه به همراه وزیر اعظم به گروهی از سفرا و نمایندگان پادشاهان که قرار بود در این بازدید همراه شاه باشند رسیدند و مشغول صحبت شدند. ناگهان سفیر عثمانی هراسون از راه رسید و مستقیم به مقابل شاه رفت و پس از احترام معمول گفت: قربان، من به سرعت به اینجا آمدم تا از شما بخواهم که بازدید امروز را متوقف کنید. شاه که از این گستاخی سفیر عثمانی عصبانی شده بود، بدون آنکه جواب بدهد با چشم به وزیر اشاره ای کرد. حاتم بیگ وزیر رو به سفیر کرد و پرسید: جناب سفیر، چرا چنین حرفی میزنید؟ سفیر در حالی که خودش را نگران نشان میداد گفت: قربان، با خبر شدم یکی از نوکران عبدالله خان ازبک به نام مرداس که پس از مرگ خان ازبک به سپاه ما پیوسته بود، حال که روابط دوستی دو مملکت برقرار شده، به طور خودسر و بدون اجازه سلطان عظیم الشأن ما به این سمت آمده تا به انتقام دو پسرش که در جنگ با ایرانی ها کشته شدند نسبت به شاه ایران سوء قصد کند. سلطان عظیم و شأن ما دستور دادند که فوری این خبر را به گوش حضرت عالی برسانم و از برادرشان بخواهند که مراقب خود باشند. شاه نگاهی به چهره متحیر سفرای چین و هند و فرنگی کرد و بدون آنکه کس خاصی را مورد خطاب قرار بدهد از جای خودش بلند شد و گفت: ما امروز قصد بازدید از میدان نوی پای تختمان را داریم. از آقایان هر کس که دوست داشته باشد میتواند در معیت ما باشد. و بعد به سمت او که به خود به راه افتاد. وزیر اعظم نیز در حالی که لبخندی بر لب داشت گفت: جناب سفیر، نگران نباشید. ما مدت هاست که از حضور مرداس جاسوس در شهر با خبریم و اقدامات لازم را انجام داده ایم. اگر او تا به حال از شهر خارج نشده باشد و جرأت کند که از مخفیگاهش بیرون بیاید، بدون شک بلافاصله کشته یا دستگیر خواهد شد. سپس برگشت و در کنار شاه سوار موکب شد. سفرای کشورهای دیگر نیز پس از قدری تأمل در جای خود در پشت سر موکب شاه قرار گرفتند. سفیر عثمانی نیز ناامیدانه مجبور شد از آنها تبعیت کند. دوستان عزیزم، ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. لطفاً برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب و ویدیو رو لایک کنید. در پناه حق.